با درود به بینندگان خوب تلویزیون پارس، عسل پهلوان هستم و دقایق رو با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید سلامت باشید و پایدار. بینندگان عزیز، برنامه را آغاز میکنم چرا که مهمان گرامی دارم در این برنامه امروز روز دوشنبه. امیدوارم که مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم، بگذارید این روزها روزهای المپیک و مسابقات المپیک، بگذارید یاد جوانی بکنم که آرزو داشت به المپیک بره و حتی در دستش تتوی المپیک رو داشته. نام او محمد مهدی کرمی است، جوانی که برای ایران و جانش رو در این راه از دست داد، جوانی که منتظر بود و آرزوش رفتن به المپیک بود. متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی این امکان رو به اون نداد و جانش را گرفت. یادش رو گرامی می‌دارم، همچون جوانان دیگری که در این راه کشته شدن. نوید افگاری، کشتیگیری که او هم جزو کسانی بود که آرزوی رفتن به المپیک رو داشت، و همینطور صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و دیگر جوانانی که واقعاً جانشون رو از دست دادند، امروز باید می درخشیدند، ولی زمانه و جمهوری اسلامی این امکان رو به اونها نداد. یادشون رو گرامی می دارم. خب برنامه رو آغاز می کنم. در کنار عزیزی هستم، نام او شاهین صیادی است. آقای شاهین صیادی نویسنده، در واقع باید بگم آهنگسازم هستن البته، و بازیگر، امروز در کنار من هستن. دلیل این دعوت من از ایشون به خاطر کاری است که داره روی صحنه میاد، بسیار متفاوته، مطمئنن دیدنی است. وقتی که به داستانش الان توضیحش رو میدن بیشتر پی میبرید که دیدنی است. یکی از خصوصیت های این نمایشنامه این که ایشون آبادانی است و شما رو به خلیج فارس و اونور آبها میبره. درود به شما. درود بر شما، درود بر بینندگان محترمتون و با سپاس از شما و پارس تیوی برای این فرصت. خواهش میکنم. خیلی خوشحالم در کنارتون هستم. خواهش میکنم. اسم این نمایشنامه، بذارید از خودشون بپرسم، این مقدار سخته ولی باید بگم این نمایشنامه به صورت انگلیسی هم هست، درسته؟ بله، نمایش به انگلیسی. نمایش به انگلیسیه و این یکی از کارهایی است که میتونه نسلی که اینجا به دنیا آمده رو تشویق کنه، برن نگاه کنن و اونها رو میبره به جنوب ایران. خب نمایش اسمش Ritual Music to Cure a Lover، ترجمهش میشه موسیقی آیینی برای درمان یک عاشق. درمان یک عاشق، اینجا صحبت عشقه. ولی صحبت عشقه. بگم این چند شخصیت در این نمایشنامه وجود داره، همه شخصیت ها در ایشون گنجونده شده. یعنی آقای شاهین صیادی عزیز خودش نقش های متفاوتی رو در این بازی میکنه. و خب به چه صورته؟ چه داستانش به طور کل؟ داستانش رو بگم براتون، آخرش رو نمیگم ولی خب یه مقدار. خب نه، داستانش رو کافیه. من از شخصیت های اسطوره‌ای ایران استفاده کردم ولی خط پایانی زندگیشون رو تغییر دادم. یک داستانی که در یک فردای نزدیک اتفاق میفته در سوال خلیج فارس، در سوال خلیج فارس، و یک دهکده منزوی ماهیگیری هست. این خانواده ها صید مروارید میکنن. داستان فرهادیه که عاشق شیرینه و فرزندی دارن به اسم سهراب، و این عشق اسطوره‌ای تمام این شخصیت ها این خانواده رو مجبور میکنه به یک جایی میرسن که این پسر سهراب مجبور میشه در مقابل پدرش قرار بگیره، و به یک نحوی، خب الان سال هاست رو هم روی نمایش کار میکنم، خیلی عوض شده، خیلی تغییر کرده. قبلا با هنرپیشه های مختلفی انجامش دادم ولی بعدا یواش یواش تغییر کرده. تغییرش هم تغییری بوده که در خودم پیش اومده در مقابل این انقلاب فرهنگی که در ایران داره اتفاق میفته، گذار جوانان از داده های پدرانشون.
چطور شد به این نتیجه رسیدی که باید تغییر بدید و از خب اسطوره ها راضی استفاده نبودم، کنید؟ میگم به خاطر اینکه اون تغییری که در خودم در کنار مردم ایران پیش اومده توی این سالها، الان موقعی که من شروع کردم این نمایش رو 8 سال گذشته، همون تغییری بود که در همه ما فکر میکنم اتفاق افتاده، یعنی کلن بینشمون به این انقلاب فرهنگی که داره در ایران اتفاق میفته تغییر کرده. باور من اینه که این انقلاب فرهنگی که در ایران اتفاق میفته مهمترین شاخصه قرن 21 خواهد بود و الان داره در ایران اتفاق میفته. شما چند وقت از ایران اومدی؟ من خیلی وقته، من سال 86 1986 من آره 86 اومدید. 1986 ولی به کانادا رفتم. به کانادا رفتید بعد. به آمریکا نیومدید؟ نه، من آمریکا در آمریکا تازه وقت اومدم. در کانادا چی کار میکردید؟ کارم تئاتر بود. خب سال اولی که اومده بودم کار مختلف میکردم، واقعا جوون بودم، نمیدونستم واقعا برای چی اومدم. بعدم که دانشگاه تئاترمو رفتم، من از بچگی بازی میکردم با پدر مادرم و یعنی از بچگی عاشق بازی کردن، اصلا از بچگی نمایشنامه از بازیگری رو همیشه دوست داشتم و زیباترین چیزه برام. بعد که دیگه خب جنگ شد، انقلاب شد، جنگ شد، خب ما تو تمام اون سالا سالایی بود که دوران نوجوانی ما بود، تمام اتفاقات جنگ دیگه. ایران عراق جنگ ایران عراق هم بعدش پسرش بود. بله شما... من پدرم روز اول جنگ تو آبادان کشته شد. بله ای. بله بعدم دیگه حدود از سال آخر. ولی وقت شما موندین تو آبادان؟ نه دیگه هیچ کس تو آبادان دیگه نه، ما یعنی نبودیم. بچه جنگین دیگه میتونم اینطوری بگم. بچه جنگین، من بچه انقلابی، من بچه هم بچه جنگ. انقلاب. ولی واقعا خب خیلی از عزیزانمون رو تو این جنگ خیلی اصلا از دست دادیم. بیشمار متاسفم که شما پدر رو از دست دادیم و بعدم دیگه اومدم کانادا. سالهای پایانی جنگ اومدم کانادا، بعدم دیگه وارد چیزی که میخواستم شدم بعد از دوران دانشگاهی که مدت ها طول کشید من برم دانشگاهمو و شروع به کارم کنم. ولی خب الان برای 22-23 سال گذشته دیگه فقط کارم همین بوده دیگه. الان که اومدم پیش شما شهره. جالب اینجاست که شما به زبان انگلیسی بازی میکنید و کانادا هم همینطور بودش؟ همه نمایشنامه هم به زبان انگلیسی بوده. بله از اول برای این تصمیم گرفته بودین که فقط زبان انگلیسی حرف بزنید، درست؟ نه خب من وارد سیستم تئاتر اینجا که شدم خب به زبان انگلیسی بوده، یعنی بعدم دانشگاه به زبان انگلیسی بوده و شروع کردم به کار با انگلیسی زبان ها، یعنی کارم به انگلیسی بوده همیشه. در نتیجه همیشه اون حالت رو نگه داشتید که همیشه. آره ولی خب بیشتر داستانام در مورد ایرانه. بله خب نمیتونه، من فکر کنم هیچ ایرانی نمیتونه اگه بره تو این کار، یعنی از وطن نمیشه دور بود. در هر شرایط، در هر امکانی که انسان داره میره اون طرفی. و واقعا خب میدونید یکی از آرزوهای من رفتن به آبادان و خرمشهر. شما آبادان نبودین؟ من بچه که بودم شاید مثلا فکر میکنم بچه من مامان بابا منو بردن آبادان، ولی من مثلا من خرمشهر که آزاد شده بود در ایران بودم و برام خیلی جالب بود و همیشه گفتم ما باید بریم اونجا رو ببینیم و همیشه میگفتن آبادان یک بسیار شهر زیبا و دیدنیه در اون زمان. بله خب اونجا برای شهر منه، همه چیزم اونجاست، هویت ما اونجاست، ولی خب ایران همش زیباست. بله در ما مازندرانیم. بس ما هر دو از طرف آب هستیم. بله ولی به امید اون روزی که وطن میریم ما با هم وطن دیگه میریم آبادان. بله بس از یه تور میذاریم اجا بریم آبادان. سپرم بابا میاد البته، سپرم سپرم بله سپرم جزء اون دسته، البته ماست دسته شما. من فکرم طرف ماست. نه خیر نه خیر، خب میبریم سپرم. بله خب برگردیم به تئاتر، برگردیم به نمایشنامه شما که نمایشنامه تک نفریه. تک نفریه منه، چند شخصیتیه و از اسطوره های تاریخی استفاده کردید، منهای اینکه تای داستان رو عوض کردید. خب این یک جرأت هم میخواد البته، من این رو بهتون بگم
نمیشه هم نمیتونیم خیلی این کار انجام بدیم، ولی خب بالاخره یه جرأتیه که بیایم از یه اسطوره های استفاده کنیم. مطمئن هستم که تغییر شخصیت تو اسطوره ها ندادید، نه؟ نه، کاری که شد، یعنی واقعا اینجوری یک تکاملی در این داستان به وجود اومد در این شخصیت ها. یک چیزی که همیشه در موردشون موند اصاره شخصیتشون بود، ولی پایان داستان زندگیشون تغییر کرد. مثلا فرهاد ما هنوز همون فرهادیه که عاشق اسطوره‌ای هست، یا همینطور شیرین، ولی اتفاقی که براش میفته در پایان فرق داره. یا این سهراب داستان ما که فرزند این شیرین و فرهاد هست، بله، همون سهرابه، بله، همون جوان برومند شجاع، ولی داستان زندگیش اونطوری که ما میدونیم از از شاهنامه میدونیم از سهراب نیست، عوض میشه. همونجوری که گفتم اینجا، بله، همونجوری که گفتم نقدی هم که انجام شده در مورد کار همین اتفاقا میگه که این شخصیت ها، یعنی کل داستان به این سمت میره که جوانان گذار دارن میکنن از داده های پدرانشون. صحیح. صحبت از در این اسم این نمایشنامه، همونطور که بهش اشاره کردین، موسیقی آینه‌ای برای درمان یک عشق. عاشق، بله، عاشق، بله، درمان عاشق. یعنی خب منظور از این، من از آیین زار و موسیقی جنوب استفاده کردم برای گفتن این این درمان. تو این نمایشنامه موسیقی هم هست. موسیقی هست که در دوران کرونا تونستم بشینم، بخواد ما نمیتونستیم کار بکنیم دیگه، نشستیم هم موسیقی یاد گرفتیم، هم موسیقیشو نوشتم و ضبطش کردیم، هم موسیقی که الان براش اجرا میکنم. و موسیقی از سنج و دمام جنوب نشأت میگیره و از اون موسیقی در کنارش از مراسم زار استفاده میکنم برای درمان این عاشقایی که اینجا هستن. خب میشه اینو یه خورده یکی بازش کردی؟ باید من باید بفهمم تا بگم. چشم، حتما. سهراب داستان ما عاشق یک دختری میشه به اسم مروارید، یک عشق ممنوعه ای که خانواده و محیط، اون جامعه براش ممنوع کرده، ولی و دهکده میان میگن که مخصوصا پدرش که فرهاد هست میگه که شما نمیتونی با این خانم باشی، این عشق ممنوعه، شما باید با یکی دیگه باشی، با این نمیتونی باشی. و فرض رو بر این میذارن که این بچه مریضه، بیماره و میخوان جن درونش رو در بیارن. و به خاطر اینکه عاشق شده، به خاطر اینکه عاشق این این عشق ممنوع شده، عاشق این مروارید شده، میتونه عشق دیگه داشته باشه، ولی این رو قرار نیست. یعنی قوانین جامعه میگه نمیتونی عاشق این باشی و با این باشی. و اصل رو برای میذارن که این بچه مریضه، سهراب داستان ما مریضه و باید درمان بشه. باید این از این بیماری عشق درمان بشه. در اون مراسم زار که پیر محل میاد به اسم بزرگمر که این رو درمان بکنه، اونجا میفهمن که سهراب نیست که بیماره، این فرهاد داستان ماست، در واقع جامعه ما بیماره به یه صورتی، درسته؟ دوست دارم یه تیکه از این رو، یه ویدیوی برام آوردن که دوست دارم این تیکه رو با هم یک نگاهی بکنیم و برمیگردیم و در ادامه با شما عزیزان خواهیم بود. In the name of my mother and my mother's mothers, I will tell you a story as I see it unfolding tomorrow. Love will overcome hate. Light will destroy darkness. In the Iranian mythologies, the traditions, the rituals. You wanted revenge! He killed my wife! Did this, Mishra? You're doing! You make us right!
love you, پدر. توف توف is the story of my death and the story of her birth. It's just بله، تیکاش رو دیدیم، بسیار هم جالب. صحبت این کردی که شما به خیابان‌های تهران هم میرید، این به چه صورت؟ این نقدی بوده که خانم نسورس نوشته در مورد نمایش، و این برداشت ایشون بوده که بدونی که ما اصلا صحبتی بکنیم، یعنی اصلا مشخصا نمیگیم، که من تو داستان نمیگم که این در مورد این مسئله است، در مورد این اتفاقی ولی هست واقعا خیابان‌های تهران. خب این برداشت ایشون بوده، یعنی بدون این که ما اصلا صحبتی داشته باشیم، ایشون اومدن به عنوان یک نقد تئاتر حرفه‌ای انجام بدن و این برداشت ایشون بوده، یعنی خیلی روشن دیدن که این واقعا در باره اتفاقی که الان داره در ایران میفته و این مقابله این دونه است. واقعا صحبت از عشق ممنوعه کردید در ایران، خب خیلی این مسئله وجود داره و حتی خانواده ها بچه هاشون رو، پدرانی هستن که اصلا بچه هاشون از بین میبرن، یعنی یه واقعیتی که در جامعه ما یکی از مشکلات ما، حالا من بیشتر صحبت های سیاسی و مسئله های سیاسی رو بهش اشاره میکنم، ولی مسئله خانوادگی و این مشکلاتی که در جامعه ما وجود داره کم نیستن و باید بهش رسیدگی بشه و یک واقعیته. خب آهنگم گفتید شما، من از این فرصت هموطنان آبادانی میخوام، من از یه آبادانی میخوام، آبادانی ها نمیتونن ساکت باشن. نه. تا اونجا که من دیدم نمیگم حالا یه تیکه ولی این شما خودتون گفتید که در دوران کرونا زمان داشتید که بتونید یاد بگیرید. خب این در این نمایشنامه‌ای که به یک صورت تاریخی اجتماعی احساساتیه، یعنی یک قاطی از همه نوع چیز مسائل درش هست، خب آهنگ ساختن برای همچین کاری مقدار مشکله، یعنی نمیتونید فرض کنید شما که آبادانی هستی از اون سبک استفاده کنید. چه سبکی رو برای این نمایشنامه‌تون استفاده کردید و برای این موسیقی؟ برای این موسیقی. الان موسیقی که شنیدید روی این ویدیو همون موسیقیه. بله، نه اتفاقا خب من کمک گرفتم از اون چیزی که از بچگی به گوشم آشنا بود، موسیقی جنوب، مخصوصا سنج دمام، که هم و ساز نیجفتی و نیهمونه، ولی خب به صورت الکتریک، یعنی از الکتریکال ساوند استفاده کردم که این موسیقی رو بسازمش، یه حالت ارکسترال بهش دادم، ولی خب از اونجا میاد و لازمش هم بود که اینطور باشه به خاطر این داستان اونجاست، در سواحل داغ شنهای طلایی خلیج فارس. همه صحبت ها رو کردیم ولی یادمون رفت بگیم چه روزیه و چه کجا بودید. نمایش 11 آگست توی تالار تهران هال، آدرسش رو گذاشتیم اونجا هست روی چیز اون بریه، آدرسش هست 3376 موتور اونیو، موتور اونیو شهر سانتا مونیکاس به نظرم، نه تو خود لس آنجلس. بله بله، ولی خب راحت ترین راه اینه که برین روی وبسایت ما oltama.com oltama.com، اونجا تمام اطلاعات هست برای میتونه از همونجا برن، از همونجا تمام اطلاعات رو میتونه اطلاعاتو داشته باشن. و دو دقیقه بیشتر به آخر برنامه نمونده، بینندگان عزیز اگر در لس آنجلس هستید روز یک شنبه 11 آگست این برنامه اجرا خواهد شد. نمایشنامه است متفاوت، دیدنی، که مطمئن هستم مورد پسندتون قرار خواهد گرفت. بگذارید از هموطن آبادانیمون یه تیکه بگم آبادانی برامون بخونه. جدی میگه؟ چرا که نه؟ خب آبادانی هم میخونن. باشه. یه چیز بزنید. اوکی.
این فیلم داره. یه شعر واقعا فیلم داره. الان هم بچه آبادان میبینن بعدن. نه. ولی یه شعری ما داریم آبادان، یکی از آهنگاست که عوضش کردیم موقع جنگ عوض شد. میگه آبادانه وی شهر خوبانه، قربونه شدش برم خمپاره بارانه. اینو اولش چی بوده؟ اولش جور دیگه میگه آبادانه و شهر خوبانه، قربونه شدش برم ستاره بارانه. ولی ما موقع جنگ بچه رو عوضش کردن، گفتن خمپاره بارانه بخواد دیگه. ما واقعا یعنی براتون بگم، یعنی این یه واقعیت اصلا برای جامعه. جنگ همه چیز ما رو یعنی مخصوصا آبادان رو که واقعا همه میگفتن که یکی از زیباترین شهرهای ایرانه و امیدوارم که دوباره آباد میشه. آباد شده دوباره. مقداری، ولی نه اونطوری که باید، فکر میکنم باید و شاید بهش رسیدگی نشده. ولی من میخواستم اینو بهتون بگم، هر در هر اوکیزیونی ما ایرانی ها سعی میکنیم که با حتی آهنگمونم عوض میکنیم. اگه ستاره باران میشه، میشه خمباره بارانه. یعنی با اون مشکلاتمون رو به یک صورتی سعی میکنیم بیان کنیم، حتی در آهنگ. در صورت کلمه آخر با شما و تشکر از اینکه آمدین به برنامه. قربون شما، با سپاس از شما پارس تیوی و بینندگان محترمتون. همین، من خیلی خوشحالم در کنارتون هستم، با شما آشنا شدم و تونستم در کنار شما با بینندگان محترمتون باشم. بله، واقعا یکی از خصوصیت های تلویزیون، من باید این رو باید اشاره بهش بکنم، که حامی جوانان، حامی کارهایی که مخصوصا تئاتر و سینما، واقعا هم آقای شجره و هم خانم دکتر مرجان نقوی همیشه حامی بودن. و خوشحالم که شما هم در این برنامه اومدی. برنامه من برنامه همونطور که براتون گفتم کاملا سیاسیه، ولی من فکر میکنم که در یک وظیفه‌ای که من به عنوان نسلی هستم که بالاخره اینجا بزرگ شدم، وظیفه ماست که حمایت کنیم از گروهی که میان و دوست دارن اینجا برنامه های تئاتر، سینما و کارهای فرهنگی رو انجام بدن، چرا که فرهنگ با سیاست آمیخته است و اینها لازم و ملزوم هم دیگر. براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که در این کار موفق باشید، پیروز باشید و کارهای بعدیتون پشت سر هم به نمایش گذاشته بشه. با سپاس از شما. با سپاس از سپر عزیزم در اتاق فرمان سپر. و شما بینندگانی که نشستید و این دقایق رو با من و همراه من بودید. در ساعت 11 آگست رو فراموش نکنید، اگر بتونید برید مطمئنن پشیمان نخواهد شد. تا برنامه دیگر، ساعتی دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. یادتون باشه قدر هم دیگر هم بدونید. خدا نگهدار.